درود میفرستم به شما جناب آقای دکتر مهدی آقازمانی عزیزم و خدمت بینندگان برنامه شما در هر جای کره خاکی. من به نوبه خودم سالگرد درگذشت آقای لطفی رو به شما که از نزدیک برای سالیان بسیار طولانی با ایشون همکاری داشتید تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همون جور که آثار ایشون باقی است، منش و رفتار ایشون هم باقی باشه، گرچه برخی حرف و حدیث ها در مورد این منش و رفتار هست. آقای توکلی، علارغم دوستی که من و شما داریم، میخوام همین ابتدای برنامه هم از شما این اجازه رو بگیرم. برخی سوالاتی که من میخوام مطرح کنم امشب سوالاتی هستن که چالش برانگیزن. البته مفهوم این سوالات نقد شخصیت یا رفتار آقای استاد لطفی نیست، بلکه پویشی است برای فهم بهتر، جلوگیری از تحریف واقعیت‌های تاریخ و بهره‌گیری از سواد و اطلاعات ذی‌قیمتی که شما دارید و میتونه به همه ما کمک کنه. برای همین سوالم رو و مصاحبه امشب رو با این سوال کلیدی باز می‌کنم که آیا آقای لطفی از لحاظ فکری یک کمونیست یا یک چپگرای سوسیالیست بود، با اون مفهومی که ما از روشنفکری چپ در ایران قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب می‌شناسیم، توده‌ای بود؟ استاد لطفی، اولا که اگر نقد هم بخوایم بکنیم، ویژگی بزرگان تاریخ هنر و فرهنگ، اصلا بزرگان تاریخ، اینه که در قضاوت تاریخ همیشه هستند و اونجا قضاوت میشن و هیچ موردی من نمیبینم برای این قضیه. اما در مورد سوال مشخصی که کردید، استاد لطفی خب 50 سال در حوزه موسیقی مطرح بوده، با این 50 سال فراز و نشیب‌های زیادی از نظر سیاسی، اجتماعی و حتی فکری داشته. منظور از فراز و نشیب تلورانس‌های متفاوت هست و در دوره‌ای، یعنی باید ببینیم در چه مقطعی می‌خوایم بررسیش کنیم. در مقطع پیش از انقلاب خب او تمایلات مارکسیستی و سوسیالیستی داشت، هر چند هیچ وقت عضو رسمی هیچ حزب و گروهی نبود و حتی این رو که در نامه شیدا، که از نامه‌های شیدا شخصا نوشته و خودش نقل کرده، من به نقل خودش میگم که در جواب نورالدین کیانوری که ازش خواسته بود مجموعه کانون چاوش رو ببره زیر مجموعه حزب توده، گفته بود که ما که از شما بیشتر پایگاه اجتماعی داریم، ما چرا باید بیایم زیر مجموعه شما؟ و این نره خیلی بزرگ رو به او گفته بود. ولی خب از نظر فکری، اگر این نگاه او، یعنی این نگاه رو که از چپ شاید وام گرفته بود رو همیشه داشت، که نگاه عدالت طلبانه و نگاه طرفداری از محرومان و مستضعفان جامعه، تا آخر عمر با او بود. بعد از انقلاب و بعد از مهاجرت به امریکا، در امریکا تحولات روحی براش به وجود میاد که میره وارد نهله های از عرفان میشه و اصلا به اون معنا دیگه داستان چپ بودن فکری و مارکسیسم اصلا کلن از ذهنش خارج میشه و حتی با من که صحبت میکرد بارها نقد هایی هم به این حوزه ها داشت. ولی در مجموع اگر اینجوری بخوایم ببینیم که او همواره دون طرفدار طبقات محروم و ضعیف جامعه بود، میتونیم بگیم که این رو از ابتدا تا انتهای عمر با خودش داشت، ولی به عنوان یک کمونیست کلاسیک ابدا. خب پس همین ابتدا این تصور که بعضی ها میکوشند خروج آقای لطفی از رادیو در پی پسآمد وقایع 17 شهریور 1357 خورشیدی رو پیامد همکاری و نزدیکی او به احزاب چپگرا در ایران یا تفکرات نهلی روشنفکری مارکسیستی در ایران بدونند رد میکنین و اونچه که هست همین حرفیه که تا آخر عمرم زدن دیگه، همیشه از کسی که شعار حمایت از محرومان داده او حمایت کرده، درست عرض میکنم؟ اینه که گفتید در جمله آخر که همون حرف من بود درسته، ولی در مورد اون استعفا نمیتونم به این شدتی که شما سه گذاشتید بگذارم. خیر، اون دوره استاد تمایلات چپ داشتن و نامه اون استعفا هم هست که البته من نمیدونم چرا خودشون و دیگرانم و دوستانشون به عنوان استعفا دارن ازش یاد میکنن. توی اون نامه که خطاب با آقای قطبی نوشته شده، انصراف از کنسپتی بوده که قرار بوده برن به اتحاد جماهیر شوروی و
اونجا صحبتی از استعفا در از رادیو نیست، هرچند بعد از اون دیگه نرفتن رادیو هیچ کدومشون، ولی در مجموع در اون دوره تمام هنرمندا تا اونجایی که یعنی اکثر هنرمندای که به خصوص نسلی که در دانشگاه ها دانشگاه هنرهای زیبا و اینا پرورش یافتن، اینها تمایلات چپگرایانه داشتن و اینو من نمیتونم بگم که نه اون موقع هم یعنی تحت تاثیر جناح‌های سیاسی نبودند، حداقل میتونم بگم تحت تاثیر دوستانشون که اونا مثلا مثل آقای ابتهاج عضو حزب رسمی حزب توده بوده، در واقع در اون دوره تحت تاثیرشون بوده. درسته. از شعار حمایت از محرومان صحبت کردیم. آقای لطفی در جریان انتخابات سال 88 هم به نوعی همراه شد با دولت وقت برآمده از انتخابات، دولت محمود احمدی نژاد. البته مشخصا من جایی هر چه هم گشتم پیدا نکردم که حمایت کرده باشه از آقای محمود احمدی نژاد، اما مشخصا پشت جایی ایستاد که اون هم شعار حمایت از محرومان و پابرهنه ها و همین شعارهای پوپولیستی میداد. آیا واقعا میشه در نظر گرفت که استاد لطفی در همه زندگیش نسبت به این نوع شعارهای عدالت جویانه یا عدالت خواهانه حتی در حد شعار واکنش مثبت یا اشتیاق نشون میداد؟ بله همینطور هست که شما میگید. البته ایشون موقعی که به ایران اومد اواخر دوره آقای خاتمی بود، یعنی هنوز آقای احمدی نژاد انتخاب نشده بود، سال 83 اواخر زمستان 83 بود که اومد، که البته بهار اعلام کردن که اومده، رفته بود مدتی گرگان. و در واقع ایشون در دوره ابتدای آقای احمدی نژاد البته هیچ وقت نه رأی داد نه در جایی به طور رسمی حمایت کرد. اون موقعی که هنرمندایی بودن که تو همه انتخابات هم هستن. من یادم تو همون دوره یکی از این هنرمندای که این خواننده ها از چهار کاندید ریاست جمهوری 88 حمایت کرده بود در چهار جا که هر کدومشون بشه اینم یک در واقع نانی بهش برسه، ولی از هیچ کس حمایت نکرد. ولی تحت تاثیر شعارهای آقای احمدی نژاد مبنی برای این که جامعه رو در واقع اینجوری شعار داده بود که یه قشر محرومی هستن که شخص صداشون شنیده نشده، اونا در واقع انقلاب کردن و الی آخر، در برابر قشر مرفه به اصطلاح متوسط رو به بالا، اینو آقای احمدی نژاد قرار داده بود با شعار مبارزه با فساد و در رأس اون آقای هاشمی رفسنجانی. از این جهت میتونیم در اون دوره یه مقدار جذب این شعارها بود، البته ما با هم خیلی بحث میکردیم تو این زمینه ها. در سال 88 نیومد پشت سر آقای احمدی نژاد وایسته، در سال 88 همراه جنبش سبز نشد. این خیلی نکته مهمیه، همراه جنبش سبز نشدن معنیش این نیست که از احمدی نژاد حمایت کرد، درسته؟ نکرد. خب همراه جنبش سبز نشد، باور نداشت به این قضیه. حتی من خود من به عنوانی که خب خیلی فعال بودم در اون جنبش سبز در اون سالها، که حالا بحث در مورد من نیست، وگرنه خب میتونستم داخل پرانتز مقداری پشیمانی از این بابت که به طرفداری از گروه سیاسی شاید حرکت ما سیاسی اصلاح طلب شاید تلقی می شد اون دوره، جای توضیح داره که حالا موضوع برنامه‌شون در مورد من نیست، می‌گذاریم مثلا. ولی من همینجا تو همین پرانتزی که شما باز کردید من می‌پرسم، شما در همین دوران هم هست که متأسفانه به زندان می‌افتین، درسته؟ بله. اوکی. که من در واقع بهمن 88 من میرم در واقع بازداشت میشم و حکم زندان میگیرن، سری دوم که اومدن برای به اصطلاح دادگاه مجدد و بازداشت مجدد دیگه من از ایران خارج شدم که حالا اون داستان بماند. ولی او همراه چون جنبش سبز حکومت ایران بعد از جنبش سبز، یعنی تا جنبش سبز خیلی خط مهمی در نظام جمهوری اسلامی، تا قبل از وقایع 88 نظام جمهوری اسلامی در ذهن بسیاری حتی از جمله خود من، افرادی مثل من، هنوز شاید مختصر مشروعیتی از بابت اینکه خب تو انتخابات های 76 و در واقع 80 مردم به آقای خاتمی رأی داده بودن. من خودم در سال 76 جزو ستاد هنرمندان آقای خاتمی بودم که البته در سال 80 دیگه قبول مسئولیت نکردم و رأی هم ندادم. ولی موضوع اینه که خب همه ما هم میگفتیم خب با این نهله از حاکمیت شاید بشود کار کرد،
و هنوز حاکمیت خشونت خودش رو به صورت اوریان در سطح خیابون‌ها نشون نداده بود. و این 88 باعث شد که اون مشروعیت نظام در ذهن بسیاری از مردم از جمله خود من و امثال من بریزه. استاد لطفی، چیزی اتفاقی که افتاد در مورد 88، من اینو لازم اینجا بگم، استاد لطفی جلوی ماها رو میگرفت، یعنی میگفتش که توی این مجموعه ای که ما به عنوان آقای شیدا دفتر به اصطلاح هنریش که البته خب فقط من اونجا بودم و چند کارمند دیگه در اون سمت دیگه که آموزشگاه بود، خب من اونجا درس میدادم، معلمای زیادی درس میدادن، هنرجوهای زیادی میرفتن میومدن، اون موقع همه دستبند سبز میبستن، مشبند سبز میبستن و الی آخر لطفی به شدت جلو اینجا وای میستاد، میگفت اینجا کار سیاسی نمیکنه، اینجا شعار سیاسی نمیده، اینجا برنامه سیاسی انجام نمیده. و هی هم سعی میکرد که به اون آتش و تند این جوونا به اصطلاح آب بریزه که اینا کم خنک بشن و اینا. همین باعث شد که یه عده از همون بچه هایی که اونجا میامدن به عنوان شاگرد هنرجو و الاخر در بیرون با یه سری دیگه از هنرمندا گفتن که آره آقای لطفی طرفدار آقای احمدی نژاده، به خاطر اینکه طرفدار آقای احمدی نژاده اجازه نمیده بچه ها درگیر جنبش سبز بشن. در حالی که استدلال اصلی لطفی در اون دوره که منم باهاش صحبت کردم این بود که ما نباید کاری بکنیم که این مؤسسه، این آموزشگاه که مثلا بعد از چون یه بار لطفی 72 میاد ایران، همین کلاس‌ها رو راه میندازه و میان در اونجا رو پلم میکنن، در دوره آقای میرسلی که وزیر ارشاد بوده، در دوره آقای رفسنجانی، و یه مقدار ناراحتی آقای لطفی هم از جناح آقای رفسنجانی اصلاح طلبها به همون دوره برمیگرده. خب میگم ما نباید کاری بکنیم که دوباره اینو بیام ببندم و من مجبور بشم برم و دیگه معلوم نباشه که بتونم بیام برگردم دوباره. از 72 تا 85 که ایشون نتونست در واقع کار بکنه تو ایران، خب هم زمان زیادی بود و او اینجوری نگاه میکرد، نه اینکه طرفدار آقای احمدی نژاد باشه، طرفدار آقای احمدی نژاد نبود، در این حال که سمپات به شعارهای آقای احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوریش بود. اون سمپات بودن رو در همین زندگیش داشت، یعنی از اون نگاه چپگرای عدالت‌خواهی که اون نگاه پوپولیستی چپ، همواره ایشون با این نگاه زندگی کرده. چون من وقتی داشتم مطالعه میکردم و مشقمو انجام میدادم قبل از اینکه خدمت شما برسم، دیدم که ایشون علارغم 25 سال زندگی در ایالات متحده آمریکا هرگز همراه این کشور نیست. نوعی آمریکا گریزی یا آمریکا حتی ستیزی رو میشه در برخی گفتمان ها یا نقده هایی که از او هست دید. چرا با ایالات متحده آمریکا که برای دو دهه و بیشتر از دو دهه خانه زندگی اوست، او هیچ وقت سر سازگاری نداره؟ البته اینو بگم برای داخل پرانتز که ایشون 14 سال اینجا بود، بعد میره به اروپا و در سوئیس در واقع میمونه و بخش دیگه از زندگیشو در سوئیس میگذرونه. قبل از اینکه بیاد اینجا هم در فرانسه و ایتالیا مدتی زندگی میکردن، ولی خب عمده مدتی که در خارج بودن رو در امریکا بود. انتقاد به نظام سرمایه‌داری داشت، انتقادهای زیادی به نظام سرمایه‌داری داشت. بخشی از این خب همونطور که گفتم برمیگرده به دوستی خیلی خیلی زیادش با روشنفکران چپ در اون دوره، دوستی که تا همین اواخر هم خیلی داشت ادامه داشت، با محمود دولت‌آبادی تا همین اواخر نشست و برخاست داشت. بخشی از اینا تحت تاثیر آقای سایه در واقع هنرمندای موسیقی وارد جریان چپ شدن. تا زمانی که برومند زنده بود، استاد نورعلی خان برومند زنده بود، خب ترسیمی که برای اینها، برای شاگردانش مثل لطفی، مثل شجریان و دیگر شاگردانش که حالا هستن و در جایگاه هنری بالایی البته هستن، ولی خب پشت سر لطفی و شجریان حرکت‌های اجتماعی و سیاسیشون رو می‌کردن، مثل جناب مثلا علیزاده، جناب استاد علیزاده، مثل پریز مشکاتی، مثل اعضای کانون چاوش و دیگر هنرمندان اون دوره، نقشه راهی که برومند برای اینا ترسیم کرده بود همون نقشه راهی بود که در جشن هنر شیراز در واقع برگردوندن هنر ایران از به دوره پیش از در واقع پهلوی اول، منظورم از نظر المان‌های هنری است، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به اصالت‌های موسیقی و الاخ اینها. و اینا هیچ کدوم فعالیت سیاسی نداشتن تا برومند زنده بود. برومند مثل استاد برومند مثل پدر بالستر اینا. بعد که استاد برومند در دنیا میره، در واقع اینها
جذب بهای سایه هم اون موقع دیگه رئیس موسیقی رادیو میشن و موسیقی رادیو میشن. خب خیلی تحت تاثیر آقای ابتهاج قرار میگیرن. خب آقای ابتهاج هم که خب چپ بود، علیرغم اینکه خب در چند مصاحبه و در کتابشون گفتن نه من سازمانی در حزب توده نبودم، ولی روزنامه های چاپ شده اون دوره هست که ایشون عضو حزب توده بودن و حالا من کمیته مرکزیش شک دارم، ولی میدونم که عضو رسمی حزب توده بودن و اینا خیلی تحت تاثیر او قرار گرفتن. و خب دوستایی که داشت با طبری، با در واقع آریانپور، با اینایی که بزرگان در واقع چپ بودن اون دوره نشست و برخاست داشت لطفی و خب اندیشه چپ بود اصلا اساسا. خب این دوستی ها در سالهای زندگی در غرب هم ادامه پیدا میکنه. به هر حال همین الان همکاران هم داشتن تصاویری از یکی از کنسرت های تارنوازی استاد لطفی و آوازخوانی هوشنگ ابتهاج رو، عذر میخوام، شعرخوانی هوشنگ ابتهاج رو پخش میکردن که توری بود که بسیار هم پرطرفدار قرار گرفت و چه اشعار زیبایی هم که این هنرمند خوشخریه سروده استفاده کرده. ولی اصلا چرا حتی کسی مانند آقای ابتهاج که تا این اندازه در توسعه نگاه چپ و کمونیسم در، یا به عبارتی بهتر مارکسیزم، در فرهنگ هنری ایران تاثیر داره، بعد میاد میره مثلا در آلمان غربی شروع میکنه به زندگی کردن، در آلمان خانه میکنه، چرا اینها به کانون چپ نمیپیونده؟ این پارادوکسه که همه چپا دارن، یعنی باید ازشون پرسید خب چرا در کوبا نه، چرا در خود شوروی نه، هرچند خب آقای مثلا فرض کنید آقای کسرایی خب میره رو شوروی و خب زندگی خیلی سختی براش به وجود میاد در اونجا و چون گستاش جریان در اون فیلم میگه پیغام میفرسته برای سایه اینا که اینجایش خبری نیست. این پارادوکسیه که همه چپ ها دارن و باید جواب بدن، یعنی باید جواب بدن که خب حالا شما که بنقدر با سرمایه داری مشکل دارید، چرا میرید در کشور سرمایه داری زندگی میکنید؟ این رو هم من بگم، اگر من نقدی میکنم مثلا به نقش هدایت اجتماعی استاد بزرگ شعر و ادبیات ایران جناب آقای سایه، هیچ وقت به معنی در واقع حتی نقدم نیست، من دارم توصیف میکنم، هیچ وقت به معنی زیر سوال بردن ارزش‌های هنری اینها نیست. اینا ستون‌های بزرگ ادب و فرهنگ ایران هستن، بحثی در اون نیست. ولی این عظمت فرهنگی و هنری نباید باعث بشه که ما چشم بر روی خیلی یه سری مسائل ببندیم. واقعیتی است که هنر ایران در به اصطلاح حداقل هنر موسیقی ایران بعد از فوت استاد برومند تحت تاثیر جناب آقای سایه و اینا به سمت چپگرایی رفت و بهانه‌ای هم شد دست نظام نوخاسته جمهوری اسلامی تا همه اینا رو قلقم کنه، همه رو قلقم کنه غیر از هنرمندانی که حالا دیگه از اون جریان اعلام براءت جستن و اومدن از اون به اصطلاح بیرون و حالا فعالیت به اونم به صورت مشروط اجازه فعالیت به اصطلاح بهشون دادن و بعضی هم خب امکانات بیشتری دادن در بعد از جمهوری اسلامی که حالا اون اگر جای بحثش اینجا باشه. اتفاقا سوالی در این زمینه هم دارم که میپرسم، اما الان همکارانم حینابین گفتگوی شما تصاویری رو نشون میدادن از این آرشیو های واقعا به قول دوستان زیر خاکی قدیمی. میبینین تصویر آقای شجریان هست، تصویر استاد لطفی هم ثانیه های پیشتر پخش شد که ریش و موی بلند سیاه رنگ داشتن. بله، این تصاویر نشون میده که این دو مرد در سالیانی بسیار دورتر با هم دوستی داشتن، همکاری داشتن. میدونیم که این همکاری ها هم آقای توکلی خیلی طولانی مدت بود، خیلی زمینه داشت. برخی ها هم البته برخی گلایه گذاری های هر دو بزرگوار نسبت به هم بحث میکنن و صحبت میکنن، خصوصا پس از بازگشت آقای لطفی به ایران از برخی گلایه گذاری های آقای شجریان یا نگرانی هایی. آیا این بحث هم میشه بخشش رو تا اون بخشش که عمومی هست، حالا بخش اگر بحث خصوصی داره من نمیخوام شما رو اجبار کنم، اگر بخش عمومی داره که میشه برای تنویر افکار عمومی مطرح کرد که ریشه این اختلاف ها یا این نکته ها چه چیزی هست، ممنون میشم مطرح کنیم، چون این روی این سابقه طولانی دوستی و همکاری گویی این چند سال آخر تأثیر داره. بیشتر ببینید یه سری بحثای حالا بین همکارا و بین دوستا در واقع اینا
بین همه دوستا بعضی موقع در طول به قول شما سالیان دراز بالاخره به وجود میاد، اختلاف سلیقه های البته استاد شجریان در مصاحبه گفتن غیر موسیقیایی در واقع، چون لطفی و شجریان البته ببخشید من اسم استاد رو دیگه به کار نمیبرم به خاطر اینکه اینا مثل حافظ میمونن، کسی نمیگه استاد حافظ مثلا دیگه، اینا موقعشون رو در فرهنگ و تاریخ ایران زدن. لطفی و شجریان دیگه اوج تکامل همکاری اینا اوج تکامل در واقع موسیقی دستگاهی معاصر حداقل 30 سال اخیر، و اینا از نظر هنری بسیار با هم نزدیکن و از یه مکتب هنری میان. ولی خب استاد شجریان در دوره به خصوص در دوره بعد از انقلاب و بعد از تصفیه های در واقع شدیدی که در مورد حزب توده و هر کی منتسب میشد به حزب توده و چپ و اینا شد، همونطور که خود استاد لطفی هم گفته و شجریان آدم سیاسی نبود به اون معنی، خب خودش هم تصمیم گرفت که بگه آقا ما نبودیم، یعنی همونطور که کل اعضای گروه شهدا و عارف تو مصاحبه هاشون هم جبر جسد گریخته این برانور است که گفتن ما همراه مردم بودیم، خیلی برامون مسئله نبود که حالا مثلا گروه فدایی چی میگه، گروه مجاهد چی میگه، گروه ماویست چی میگه، اینا اینجوری نبودن، اینا همراه مردم بودن، همون چیزی که در واقع مردم حداقل بخشی از مردم اون دوره دنبال روش بودن، اینا هم همراه اونا بودن. و در واقع خب استاد شجریان نماینده گرامی جناب آقای مشکاتیان خواهد خوستنشون هم در دوره چاوش خیلی کمتر بوده، اینا کسایی بودن که خب بعد از اینکه اومدن ریختن اونجا رو بستن و اینا، خب گفتن خب ما که اصلا کار سیاسی نبودیم و این جریان در واقع کنار بیشتر کنار گرفتن، و بخشی از این که همکارانی از لطفی کنار گرفتن به خاطر یه مقدار اعلام تبری از اون جریانی بود که لطفی و همکارانش رو به اون منتسب کرده بودن، در واقع میخواستن بگن که ما نبودیم، و حالا مثلا آقای لطفی بود، حالا لطفی هم که حالا اینجا نیست دیگه و حالا خیلی داری رفته بوده اون موقع خارج. استاد شجریان یه مقداری نگاه سیاسیش با آقای لطفی دیگه نمیخورد، یعنی اصلا شجریان معنی مثل لطفی تمایلات غلیظ چپ نداشت، به سبب همکاری با لطفی و سایه یه مقداری خب وقتی وارد این رودخانه شد دامن او هم در واقع خیس شد، ولی به هر حال او کنار گرفت، کناره گرفت. ضمن اینکه استاد لطفی وقتی میاد تو آمریکا یه مقداری تمایلات عرفانی بسیار شدیدی پیدا میکنه که این تمایلات عرفانی در موسیقیش هم بروز میکنه و یه مقداری از نظر موسیقایی هم نزدیک شدن اینا رو با هم یکم سخت میکنه، هرچند وقتی که اینا در سال 71 یا 21 بار و یک بار هم در 76 دوباره با هم نشستن برگشتن به پیش از همه این داستان ها، یعنی به همون مکتب جشن هنر و برومند و دو آلبوم چشم اینوش و معمای هستی و کنسرت سگاه که مبور بیاتوک به اندرکی سکس منتشه نشد، همون روندی رو که برومند براشون دیده بود پیش بردن و آثار درخشان و ماندگاری رو در واقع خلق کردن. البته آقای شجریان بعد از وقوع حوادث انتخاباتی سال 88 با خواندن تفنگت را زمین بگذار خودش رو صدای خس و خاشاک دونست، درست در لحظه ای که آقای لطفی تصمیم گرفت که مداخله‌ای در امر سیاست نکنه و این دفعه دامن خودش رو از این آب بیرون بکشه. هر دو بزرگوار هم در سالهای قبلش حوزه تجربه زندگی در غرب رو تجربه میکنن، هر دو بزرگوار در غرب زندگی میسازن، آقای شجریان هم در همین سالها در شمال کالیفرنیا در امریکا خانه ابتیا میکنن و بخش از زندگیشون رو اینجا در حقیقت روند میدن. این رو هم من اضافه کنم که به هر حال این تضاد پیش نیاد. اما سال 89 مراسمی هست برای گرامی داشته موسیقی، دو تا تصویرم اتفاقا هست که در اون خود شما هم هستید و خاطره عجیبی که آقای لطفی پشتشو میکنه در حقیقت به وزیر ارشاد دولت دوم آقای بله همین عکس دولت دوم آقای احمدی نژاد، آقای حسینی اگر اشتباه نکنم اسم وزیر ارشاد رو، و خودشو میزنه به این را که مثلا اصلا نفهمیدم تو داری رد میشی. آقای شما اونجا نشستید، دقیقا در تصویر بغل ایشون شما نشستید، ماجرا چه هست؟ چه اتفاقی اونجا میفته؟ چه میشود که در همینجا علارغم اینکه همه میگن لطفی
از این خط فکری داره حمایت میکنه، اون اونجا بلند میشه و برای اولین بار صحبت از اختلاس به میون میاره. فکر میکنم برای اولین بار هست که از یک تریبون رسمی در ایران واژه اختلاس در همون دولت پاکدست احمدی نژاد مطرح میشه و پرده برداری میشه از بدبستانهای زیرمیزی اینچنانی آنچنانی در حوزه موسیقی، که حالا همه هم فکر میکنن هیچ پولی هم درش نیست، ولی مثل اینکه وجوه بسیار بالایی رد و بدل میشه در همین زمان بین دولتی ها. از شما بشنویم. حتما به همین موضوع برخواهم گشت. قبل از اون اجازه میخوام یک نکته رو بگم با یه شاهد. چون صحبت از دولت آقای احمدی نژاد شد و تعامل آقای لطفی با اینا، من اینو لازم میدونم برای ثبت در تاریخ بگم. خب من هم علاوه بر اینکه مدیر برنامه‌های لطفی بودم، مشاورش و معاونش بودم، تمام کسانی که میخواستن با لطفی ارتباط بگیرن، وقت مصاحبه بگیرن، وقت دیدار بگیرن و الی آخر، خیلی هاشون به من، 90% با من هماهنگ میکردن این قضیه. خب لطفی یک ریال از هیچ دولتی نگرفت. خب اصلا در قید و بند این نبود، انقدر در قید و بند این مسائل نبود که حتی ارثیه پدریش رو که زمین بسیار بزرگی در گرگان هست، ارزشش میلیاردها تومن، دست نخورده گذاشت و رفت. یعنی حتی سندش تفکیک هم نشد، اون همجوری موند. خب یعنی ابدا درگیر یک ریال نشد از اینا. و لازم میدونم اینجا یک خاطره هم کوتاه نقل کنم تا برسم به اون جلسه. سال 90 آقای احمدی نژاد و آقای مهدی کلپور که در دوره در زمانی که لطفی رئیس دانشکده هنرهای زیبا بوده، او هم در دانشگاه بوده و در یا تلویزیون بوده، یک دوستی با هم داشتن که این دوستی حالا به صورت مراوده های اینکه گاهی او کنسرت آقای لطفی رو بیاد و اینا ادامه داشت، دعوتش کردن برای اینکه به عنوان هنرمند سال جمهوری اسلامی انتخابش کردن که از دست آقای احمدی نژاد جایزه بگیره 300 سکه طلای بهار آزادی، و اون نپذیرفت و نرفت. و این من لازم میدونم اینجا بگم. در سال 90 این جلسه ای که شما میگید، سال 89، خب جلسه بود که نشست اختتامیه به اصطلاح سمینار انجمنهای موسیقی سرتاسر ایران بود. انجمنهای موسیقی در واقع نهادهای شبه خصوصی هستند که دولت ساخته و 51% سهامش مال دولته و 49% دیگرش هم در واقع مال به اصطلاح اونم مال دولت، که اینا در واقع در شهرستان ها تمام کنسرت ها باید از کانال اینا مجوز، یعنی در اون دوره که حداقل اینجوری. لطفی اومد اونجا، دعوتش کردن که بیاد و صحبت کنه، به من گفته خب معلومه که این مراسم با هم می‌رفتیم، گفت پاشو بریم. گفتم خب حالا ضرورتش چیه؟ گفت نه، من یه بیانیه آماده کردم اونجا باید بخونم. و رفت بالا و بیانیه رو خون و در اونجا به اختلاس ها، به مونوپولی ها، به همه اینا در چشم وزیر گفت و اومد پایین. موقعی که از سن میومد پایین، این وزیر و اینا بلند شدن چون نتونسته بودن موقعی که میاد از باهاش عکس بگیرن، عکاسا هم ریختن جلو، سعی کردن یه عکس مثلا دست جمعی بگیرن که لطفی هم در اون عکس باشه، که حالا نمیدونم موفق شدن یا نه، ولی اصل قضیه همین عکسی که شما نشون دادید. یعنی من سرم رو برگردوندم و دیدم که اینا دارن از ته سالن میان. آقای وزیر بود، آقای شاهبادی معاونش بود، اون شخص هم آقای بابک رضایی است که رئیس انجمن موسیقی ایران هست بودن اون موقع، نسبتا آدم روشنی بود در اون دوره به نسبت سایر مسئولا که موهای بلندی دارن. و من گفتم آقا اینا دارن میان، یهو که کاغذ و جلو چیزش در آورد و شروع کرد نگاه کردن، من سرم انداختم تو موبایلم که اینو بیان بچم برم، و که خب رد شدن رفتن. منظور اینه که لطفی اگر با اینها میشست، برای این بود که حرفش رو بزنه. لطفی عاشق موسیقی بود، تنها عشقش در زندگی موسیقی بود، خودش رو برای موسیقی فدا کرد و برای موسیقی زندگی کرد. با اینها اگر مینشست و برمیخواست، به خاطر این بود که بتونه بستری رو برای موسیقی فراهم کنه، اونم نه فقط برای خودش. این فرقش با همه هنرمندایی که میرن خیلی ها به دیدار دولت مردا و فلان بسار برای گرفتن سله یا امکاناتی برای خودشون، این بود. او حتی ما بارها جلساتی با مسئولای وزارت علوم داشتیم، خیلی جلسات بود، حالا یه زمان شاید من اینا رو بگم، که برای جوانان برنامه‌های تکنوازی بذاریم.
برنامه که خودش قرار نبود شرکت کنه توش، در تالار فارابی که الان داستانی داره که به موقع شاید روزی برسه بگم. ولی اگر مینشست با اینا، همه دغدغش این بود که بتونه یک استراتژی مدونی برای موسیقی فراهم بکنه که اینا این کار رو بتونن ببرن جلو. بعد از 89 من دیگه بهشون گفتم استاد به نظر من نمیشه، یعنی شدنی نیست، با این نظام نمیشه این مسائل برد جلو. خب باور داشت که میشه و من باور نداشتم، باور داشتم که نمیشه و خب این تعارض بین ما بود. و او در واقع می نشست رو در روی مسئولین در جاهایی که می رفت به خاطر اینکه بتونه یک استراتژی مدون برای موسیقی اینا تدوین بکنن. همیشه هم از این گله داشت و انتقادش از این بود که جمهوری اسلامی استراتژی مدون برای موسیقی نداره. آخرها دیگه رسید به صحبتی که ما با هم می کردیم که اینا این عدم استراتژی آمدانه است. خب همین عدم استراتژی که شما میگید نشون میده که آقای لطفی در چند ماه پایانی دولت آقای احمدی نژاد با مجموعی هم مشکلات شروع میشه که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این مشکلات یا به عبارتی روی کار آمدن همون طیف هاشمی رفسنجانی چی ها این مشکلات گسترده تر میشه و تا لحظه مرگ ایشون هم ادامه پیدا میکنه. تور کنسرت های ایشون لغو میشه، برخی از فشارها بر فعالیت های فرهنگی ایشون افزایش پیدا میکنه، در حالی که همه فکر میکردن جامعه داره بعد از احمدی نژاد به سمت باز شدن میره، گویی به سمت بسته شدن میرفت. درست عرض میکنم؟ البته 89 در واقع بعد از همون مجلس دیگه حاکمیت امیدش رو لطفی برید، یعنی میخواست لطفی این استفاده رو بکنه و 90 هم که دعوتش کردن و نرفت، میخواستن لطفی این استفاده رو بکنن که لطفی هنرمند ماست، که وقتی ایشون از دنیا رفتم آقای احمدی نژاد یک بیانیه خنده‌داری داد که هیچ کسیم جدی نگرفت کسیم اون بیانیه رو. خیلی دوست داشتم بگم لطفی هنرمند ماست، خب نبود، نرفت پای اینها. ما بعد در دوره آقای روحانی دیدیم خیلی از این هنرمنده رفتن اینجوری دستاشون رو گذاشتن رو سینه‌شون جلوی آقای روحانی عکس گرفتن. لطفی دیگه نداره از این عکس‌ها. با این رئیس جمهوری نه با آقای روحانی داره نه با آقای احمدی نژاد داره. وقتی آقای روحانی انتخاب شد، خب من با اینکه اعلام کرده بودم ما رأی نمیدیم، اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کنم، من جزء اون افرادی بودم که تحت تحریم بودن. دوستان من در مجله فرهنگ آهن که من جزء شورای نویسندگان اونجا بودم معتقد بودن که باید شرکت کرد، باید به هر حال من کانکشنی برقرار کردم که این دوستان ما که در مشهد فرهنگ آهنگ بودن با استادان زیادی از جمله استاد لطفی صحبت کردن، یک پروپوزال پروپیمان نوشتن برای تیمی که هنوز آقای جنتی وزیر نشده بود، قرار بود وزرا رو انتخاب کنن به عنوان سیاست موسیقی و استراتژی سیاسی و اجتماعی آموزشی موسیقی، دادن به آقای رساندیم به آقای صالحی امیری که بعدها شد وزیر ارشاد، الان وزیر ارشاد بکن، اون موقع تو تیمی بود که اینا رو انتخاب میکرد. و خود آقای لطفی یک نامه نوشت به آقای روحانی که این نامه رو من خودم شخصا در واقع بردم نهاد ریاست جمهوری و تحویل دادم به اصطلاح دفتری که همه عموم میتونستن برن اینا و شماره گرفتم ازش، که جوابی هم اصلا ندادن، به هیچ جوابی هم به نامه آقای. ولی این تضییع ها بعد از 90 89 و 90 در دوره آقای احمدی نژاد شروع شد. کنسرت های اهواز و اینا که در کنسرت بهبهان اگه اشتباه نکنم یا اندیمش کنسل شد مال دوره آقای احمدی نژاد بود، منتها دوره بود که اواخر آقای احمدی نژاد بود. در دوره آقای روحانی استاد دیگه بیماری بهشون غلبه کرده بود و در ایران خیلی فرصت نشد که اجرا داشته باشن، یعنی آقای روحانی 92 خرداد انتخاب شدن، لطفی شهریور ماه که رفتن دیگه به بر نگشتن تا برای وقتی برگشتن از دنیا رفتن با کمال تأسف. خیلی هم زود درگذشتن، 67 سال سن زیادی نیست برای کسی که سالهای طولانی از عمرش رو صرف هنر کرده. دقایق پایانی برنامه مون آقای توکلی عزیزم، امروز اگرچه خیلی ها چه به طور رو در رو در این سالهای گذشته چه از طریق کلاس های گسترده آنلاین شما از شما نوازندگی ستار رو می آموزند،
خود شما بارها گفتید که افتخار میکنید که در کنار آقای لطفی این کار رو انجام دادید، یاد گرفتید و بعد هم سالها در مؤسسه ایشون آموزش دادید و در مکتب میرزا عبدالله هم مثل اینکه فعالیت کردید. بذارید این دو سه دقیقه پایانی برنامه رو فارغ از همه این بار سیاسی به کار هنری ایشون بپردازیم، چون همکاران منم تک توازی از ایشون رو آماده کردن که پخش کنن بعد از صحبت‌های شما. از شما بیشتر در مورد خدمتی که آقای لطفی به هنر موسیقی سنتی ایران کرد، از نگاه کسی که از شاگردی با او بودید تا استادی با او رسیدید، از شما بپرسم که شما این رو چگونه ارزیابی میکنید، خدمتی که او به موسیقی کرد که امروز شما سمت استادی در همون موسیقی رو دارید. البته من با اجازه استاد نیستم، استاد وقتی لقب استاد رو به سبا میگیم، به درویش خان میگیم، به اینا دیگه در اندازه قواره ما به هر حال حداقل از سنی به ما نمیخوره. ولی در تاریخ موسیقی ایران اصلا سوای این بحثای سیاسی که حالا خیلی هم اهمیتی نداره به اعتقاد من، در تاریخ موسیقی ایران چند هنرمند بیشتر نیستن که تاریخ رو به بعد و قبل از خودشون تقسیم کردن. یکی از اونا استاد وزیریه و در واقع وزیری کسیست که هنر ایران قبل از او و بعد از او داستانش متفاوته. میرزا عبدالله همینطور، درویش خان تا حدودی همین، و لطفی یکی از اونهاست، یکی از اون چند نفری که تعدادشون به انگشتان یک دست هم نمیرسه. لطفی کاریو که در موسیقی ایران کرد و جریان موسیقی رو اصلا به طور کامل متحول کرد، البته با همکاری همکارانش، ولی خب در اینکه جریان سازی در پیشرو بود نسبت به سایر همکارانش در این بحث نیست، خود همکارانش هم اینو قبول دارن. کاری رو که لطفی کرده زیر نظر استاد برومند اینا شروع کردن در واقع و او به سرانجام رسوند و ابداعاتی که در موسیقی آورد و تحرکی که دوباره به موسیقی بازگردوند و از همه مهمتر با این که بنده از نظر فکری با سمت و سویی که اینها در دوره انقلاب گرفتن همراه نیستم با ابژش، ولی با سوژه این که هنر در بتونه به اصطلاح همگام تحولات اجتماعی حرکت بکنه همراه هستم و به خصوص در این زمینه کاری که او کرد در تاریخ بی‌نظیره. در کنار اشراف فوق‌العاده‌اش به مبانی سنت، در دارای دیدگاه بسیار وسیعی نسبت به جامعه، تاریخ و فرهنگ، و این دیدگاه درش قطعا ممکنه نارسایی هایی باشه، ممکنه جاهایش درخشان باشه، جاهایش هم نباشه. این ویژگی انسان است، پای لطفی روی زمینه در تاریخ و او رو نباید به آسمان برد که همه چیش سفید و درخشان باشد. خیر، این از شأن انسانی او میکنه. بی نهایت متشکرم. بهراد توکلی، موسیقیدان و البته مدیر پیشین برنامه های شادروان، استاد محمد رضا لطفی که در این برنامه با سعی صدر پاسخگوی سوالات گاهن آزارنده من بودید، از شما بسیار سپاسگزارم. شاد و سرفراز و آزاد باشید. پاینده باد ایران. پاینده باد ایران و پاینده باد هنرمندان ایران که به نام اونها هنر ایران، ملت ایران و سربلندی ایران تضمین میشه. وقت خوش.
Thank you.